دریپ میزنه بلند روی دروازه، کسی نمیتونه ضربه سر رو بزنه و این طرف توپ رو بازیکن ازبکستان در اختیار میگیرن. تورسونوف، هیدروف و زیر پای سرور جپاروف رد میشه و باز هم چادری در اختیار گرفته، ضربات خوبی رو هم چادری میزنه، این بار پاس به سمت راست، خودش داخل محوطه جایگیری کرده. سانسه بلند روی دروازه، یه زبیه سر خطرناک و گل سوم. گل سوم رو هم باز جیدون بون به ثمر میرسونه، خودش رو دو گله و کره رو سه گله کرد. بازم گلبارون خواهد شد آقای احمد رو به تیم ازبکستان. من فکر میکنم برعکس صحبت آقای آبونوف که اعلام کرده بوده ما فراموش کردیم بازی استرالیا رو، من فکر میکنم که چهره تمام بازیکن‌های ازبکستان همچنان باخت سنگینه در مقابل استرالیا دیده میشه و اون تأثیراتش رو الان بازی با کره گذاشته. زنبی سر بسیار عالی دور از دستان نستروف دروازه‌بان ازبکستان که درست به گوشه دروازه جای رفت که گل سوم کره جنوبی به ثبت برسه. شاید نوز دخستانی ها دوست داشته باشن که فقط صدای سوت پایین نیمه اول رو بشنوند. کسونگ، توپ و میدان در اختیار کره جنوبی قرار میگیره. سمت راست چادوری، سوالا داخل محوطه رو میبینه، بلند ساخت میکنه، خیلی بلند و توپی که این طرف توسط بازیکن ازبکستان دور شد. لیون پیو، باز هم کسونگ یکی از شوت زنهای کره هست، این بار شوت نمیزنه، پشت محوطه خودش حرکت میکنه. لیون رای، باز هم لیون پیو، لیون رای یه پاس بلند پشت مدافعان ازبکستان و آفساید. زنیستر زیبایی که جیدون گون زد با دروازه ازبکستان رو باز کرد.